سلام، من دلکای مقبولک، اینجا پریفا و من پریسا هستم. مرسی که دارید ما رو نگاه میکنید. سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با سینا و پریسا در چنل پریفان. اومدیم با هم دیگه یک تعداد ویدیوهای درخواستی زیبای شما که ارسال کردین رو ببینیم از ماه محرم بله. هستیم و فکر کنم دیگه از تیک تاک هایی که راجع به محرم هستش، حالا نوه خانی و چیزهای این مدلی که مربوط به کشور افغانستان هست. امیدوارم تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید و لایک ویدیو فراموش نشه. بدون معطلی بریم و تیک تاک های جذاب شما عزیزان رو ببینیم. مرسی که با ما همراه هستید. دیگه انقدر پریده تو حرفم، استرس دارم حرف بزنم. خدا نکنه کی جرأت داره به پره تو حرفای پریفان. حاضرید عشقا؟ حاضرید؟ بله. بزنید بریم. لینک بفرمایید. من نمیفهمم بابا، من نمیفهمم بابا، بعضی با هم چی میگن، همه بهم میگن یتیم بابا، یتیم به کی میگن، همه بهم میگن یتیم بابا، یتیم به کی میگن. مگه هر کی که باباش رفت سفر یتیم میشه؟ مگه هر کی که باباش رفت سفر یتیم میشه؟ یا یتیمونی که تو خرابه ای مقیم میشه؟ یا این چیزی که برام جالب بود توی این قسمت، خب دیدی میگیم کسی رو قضاوت نکنیم، بعد این دختر خانم نوربند هم مثل من پرسینگ بینی داشت، همین که ناخون کاشت کرده بود و شاید توی روزهای معمولی و شاید دابسپشهای معمولی خیلی مورد قضاوت قرار بگیره، ولی خب شما نمیدونید تو دل مردم چیه واقعا. و در واقع داشتی داستان رو روایت میکرد، داستان واقعی که اتفاق افتاد و در واقع ماه محرم به حرمت اون گرامی داشت میشه. حسینا جسم شریف شهدا به زمین مانده است، جسم شریف شهدا به زمین مانده است، بر بدن بی سرشان اسب هاراندن، بر بدن بی سرشان اسب هاراندن، آن بدن های پاک، آن بدن های پاک شده غلطان بخواه. با حسینا، با حسینا. به به بسیار خوش صدا و حس و کامل منتقل میکرد. عرضم به حضورتون که باشه واقعی کربلا واقعی هستش که تاریخی هست و فقط به دین اسلام و مذهب شیعه هم منحصر نمیشه، یک نماد استقامت در مقابل ظلم هست که هر کس به نوع خودش برای گرامی داشته این ایام در واقع حالا یا نوحه‌ای میسراید یا شعری میخواند یا سکوت میکند و این زیباست که بدونیم در مقابل ظلم باید حقمون رو بگیریم و ایستادگی کنیم و این درس بزرگ در واقع این قضیه است. آه تو ایرانه؟ آفرین. گلشهر مشهد. حالا باز ایران هم خب به هر حال هیئت داره، دسته های عزاداری بله. داره، در همه جای ایران توی ماه محرم شاهد هستیم و حتی منطقه‌ای هم هست. بله دقیقا، محلیه هیئت باشه. آره. و حالا افغانستان این حالا هیئتی که دارن که در ایران هست، توی ترکیه هم هیئت عزاداری دارن، حتی توی امریکا، توی اروپا. آفرین. چقدر با هم گفتیم. توی کشورهای مختلف هم رسم و رسومات خودشون رو دارن. بله. عزیزان همتبارمون هستن که در ایران همیشه
توی مراسمات مختلف اشتراک میکنن، حتی مراسمات شادی مثل نوروز و عیدهای در واقع رمضان و عید قربان، اما بسیار زیبا در واقع اون مدیه درسته؟ نمیدونم. در مدح یعنی در ستایش مدیه سرایی میکنن برای واقعه عاشورا، و همیشه من دیدم که بیشتر از سینه زدن استفاده میکنن، حالا تا جای زنجیر. آره، حالا یه سری افرادی هستن که یه سری اعمالی هستش زیاد جالب نیست در بعد اجتماعی، مثل زنجیرهایی که تیغ داره به پشت خودشون میزنن و اینها. اغراق توی هر چیزی. آره، میخوان یه خورده مبالغه کنن و در واقع او حس بیشتر منتقل کنن، اما زیاد جالب نیست آسیب رسوندن به تن. اما بسیار زیبا میبینیم که چه جمعیت زیادی در مشهد ایران در نزدیکی مرز هرات افغانستان در واقع هست و عزیزان افغان گرامی میدن. فکر کنم توی شیراز هم من دیده بودم. بله، هیئت داشتن، نه یه دونه، چند تا هم داشتن. جالب، زیبا بود. عاشورا صبر، استقامت، شهامت و نگفتن به ظلم. عاشورا یعنی پیروزی خون بر شمشیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز و ویژه برنامه دیدار وطندار با من حفیظ محمدی، بسیار خوش آمدین. امروز ما در یکی از مساجد هستیم به نام مسجد النبی که هموطنان عزیز ما این مجتمع را ساختن و روز محرم، دهم محرم و روزهای عاشورا را تجلیل میکنن، و این که چگونه تجلیل میشه و کدام مراسم در اینجا هست دور از وطن، در این برنامه دیدار و وطندار شما بیننده باشید. مرسی، مرسی از جناب محمدی عزیز. این جمع بزرگی که مردم افغانستان همتباران ما دارند در کشور امریکا، همیشه توی مراسم های مختلف مثل اون جشن، حتی جشن هایی مثل جشن هزاره یا گرامی داشت های مختلفی که هست، خیلی جالب جمع میشن. یه جمله خیلی زیبای اون زیر نوشت که همدلی از همزبانی بهتر است. آره، و همدلی از همزبانی، یعنی این که فقط بخوایم حرف و کلمه باشیم جالب نیست، بهتره در عمل دلهامونو به هم بدیم. از هر دین و آیین و مذهب و مسلکی هستیم به هم احترام بذاریم و در واقع به هم دیگه نه توهین کنیم نه نژاد پرستی. صد درصد. سلام و عرض ادب خدمت تمام هموطنان عزیز. اولتر از همه ایام محرم تسلیت میگم و تمام مسلمانان جهان. زنده باش. یک بزرگوار که عالم دین هم هست آمده بود یک گپای را زده بود که گویا در ماه محرم همه جا سیاپوش میشن، مردم نظر میدن، خودم میزنن، چرا این کار میشه، هیچ کس از ما راضی نمیشه و خلاصه چنین حرفایی. در جواب، ای کاش که همیشه عاشورا و تاسوعا باشه، ای کاش که همیشه محرم باشه که دیگهای نظری بار شوه و شکم ایزی مسکینان مستضعفین و پیسدارای سیر میشه، نه تنها در افغانستان. افغانستان خیلی کشوری کوچک است، در سراسر دنیا، اروپا، آسیا، امریکا، استرالیا، آفریقا، در هر جای کسانی که پیرو مکتب امام حسین علیه السلام هستند نظرهایشان بار است، شکم غریب و مسکین و بیچاره را سیر میکنند، انتحاری خود نمیکنند. ای کاش که همیشه ماه محرم باشه، ای کاش که همیشه ماه مبارک رمضان باشه. دمی دو ماه ما همیشه اتحاد اتفاق زیاد میبینم بین مسلمین. انشالله این اتفاق اتحاد همیشه باشه. تو بزرگواری که آمدی انتقاد کرده بودی که چرا همه جا سیاپوش میشه، بی عقل کودن. ما فکر میکنم تو یک عالم دین هستی که تو اصلا هیچ چیزی از دین هیچ چیز را نمیفهمی. وقتی که نواسه رسول الله در دشت کربلا همراه یارانش، همراه فامیلش به شهادت میرسه، تو مسلمان اگر باشی که انشالله هستی اما معلوماتت کم است، تو اولتر از همه باید این روزا دلش باره از یاد نبری، متوجه باشی و درس بگیری از عاشورای حسینی. آفرین. خداوند همه گیر هدایت کنه. ما با افتخار عزاداری میگیریم، با افتخار خودم میزنیم، افتخار
لبایک یا حسین. زنده باش. آره. حالا در مورد یه دونه کامنت احتمالاً بوده که حالا یه عزیزی که احتمالاً معروف هم هست، اما مهم همون چیزی بود که داشتیم میگفتیم، میگه این درس هایی که میگیریم زیبا هستش. حالا ما بخوایم بریم تو ظاهر که چرا شهرها سیاه‌پوش میشه، توی خیابون ها راه میافتن سر و صدا میکنن، ممکنه یه عده مثلا بیماری داشته باشن سر و صدای، خب بالاخره طبل و سنج و این آلات موسیقی هم استفاده میشه، سنج ببخشید، اما درس ها مهمه. امید که این نذورات، این نذرها، این ایده هایی که برای این ماه های در واقع محترم در کشورهای اسلامی وجود داره، به دیدگاه کمک به همدیگه، مسکینان، واقعا افراد نیازمند. حالا مثلا طرف نذری میده، بعد تو صف ها میبینی طرف مثلا با یه ماشین، حالا اعتقاد داره، علاقه داره که از نذری استفاده کنه، که حالا مثلا با یه تبرک، آره تبرک بگیره در واقع، اما واقعا باید اینا به دست عزیزانی برسه که در واقع نیازمند هستن. الان حالا کار به البته نظری که حالا کردن برای ماه محرم، ماه رمضان ندارم، ولی الان دیگه خیلی مد شده حتی توی ایران که وقتی عزیزی رو از دست میدن، جای اون مسجد رفتن و اون خیرات کردن و نهار و شام، آره، برای اون مرحوم میان و به حالا یک جایی کمک میکنن که خیلی برای من جالبه. امید که همه دست به دست هم بدیم و برای آبادانی و آزادی کشورهامون تلاش کنیم. همه نوجوان بسیار زیبا بود. و اینکه میبینیم که نوجوان ها، افرادی که تازه دارن وارد جامعه میشن، هم احترام میذارن به در واقع، خیلی خوب هستش، آفرین. و امید که بتونیم توی همه بسترهای زندگیمون، یعنی نه که فقط طرف بیاد توی محرم، توی اون تاسوعا، شورای محرم یا خود ماه محرم مثلا گناه رو نکنه، بعد مثلا توی 10 ماه دیگه یا 10 ماه دیگه سال مثلا به انواع گناه خودش آلوده کنه، یا خودشون وجدان، هیچ کس نمیتونه کسی را قضاوت کنه، اما میگم امید که اینا نهادینه بشه توی وجود انسان. آره، همون انسانیت اگه کامل بشه تو وجود، دیگه واقعا هر روزشون واقعا گلستانه. و اینکه یک مکان ساده با یک پارچه ساده اومدن و چقدر قشنگ اعتقاداتشون رو دارن بدون بی احترامی و بدون تجاوز به حقوق دیگران در واقع دارن کارشون رو انجام میدن. زیباست، احسن. غم سینای گلگون، غم سینای گلگون، غم تشت پر از خون، شدن قاتل زینب، شدن قاتل زینب، میان همه دلها امان از دل. دری بود، زیبا بود. خواب بودم نیمه شب در بسترم، سایه افتاد ناگه بر سرم، خواب در چشمم هنوز تعمیل بود، سر بلند کردم که ازراحیل بود، رنگ از رخسار گلگونم پرید، آب پیشانی به دامانم چکید، التماسش کردم و گفتم امان، گفت امر است از پروردگار آسمان، زندگانی بر سرت پایان گرفت، از تو باید این دقیقه جان گرفت، گفتمش مال و منالم مال تو، تا را آیابم من از شنگال تو، گفت نه، انگامه اجران توست، آنچه داری سمح فرزندان توست، سالها از عمر خود دادی هدر، از گناه کاش می کردی هزار. آفرین آفرین، چقدر زیبا گفت. آدمی آه و دمی، یعنی یک لحظه است که دیگه اسرائیل میاد و تمام، یعنی شما نه وقت
حلالیت طلبیدن داری که چقدر قشنگه که خوب باشی که اصلا درصدی به اون لحظه نخوای فکر کنی که باید یک چیزی رو از دل کسی در بیاری، حلالیت به طلبی، جوری زندگی کنیم که در زندگی پس از مرگ بتونیم در واقع اگر وجود داشته باشد، اگر حالا تو بعضی از اعتقادات میگن انسان فانی هستش و تموم میشه توی این عمر و ادیان خیلی از در واقع همه ادیان این اعتقاد دارن که زندگی پس از مرگ وجود داره، جوری زندگی کنیم که بتونیم در اون زندگی پس از مرگی که وجود خواهد داشت حالا به نحوه‌های مختلف سربلند باشیم واقعا. آره، یعنی خیالمون راحت باشه که اگر عمری کردیم، اگر حالا مالی جمع کردیم، منالی جمع کردیم، در کنارش بسیار تونستیم کارهایی بکنیم که به همدیگه کمک شده باشه، به هر نوعی کمک‌هایی به انسان‌های دیگر. شاد کردن دل مردم خیلی کار آسونیه، ولی خب خیلی ها تصمیم میگیرن که اون نمیدونم، میگن مثلا اخلاقیات جوونیه، نوجوونیه بعضی از کارهایی که دقیقا انجام میشه، یا یک ناراحتی هایی که تو یک جایی انسان جایزا خطا است میگیره. آره، ولی دلشاد کردن خیلی آسون تر از دل شکستنه. حس خوبی که به خود انسان میده، اون حسی که انسان رو بزرگتر میکنه، روح انسان. ای عاشقان، ای عاشقان، فکر میکنم گراتس آلمان باشه، نمیدونم دقیقا، از رو اسمش میگم فقط صرفا. و چه جمع بزرگی و چه جالب بزرگ داشته این مراسم. خیلی ریتمیک همخوانی هم میکنم دوستان. آفرین. اما از روی خارج نمیشن که عزاداریشون در باره مثلا لیدر داره، جالب بود. وطن داره در خارج از افغانستان. اول فرد کربلا امکان، اول فرد کربلا امکان، اول فرد کربلا امکان، اول فرد کربلا امکان. کاروان دیر جمع جالب بود. دوباره بوی محرم میآید. اینجا در کوچه و خیابان‌های کابل هر کسی به سهم خود از آمدن محرم خبر می‌دهد. یکی محل کار پاسبی خود را با نمادهای حسینی تزیین کرده است، دیگری در وسیله نقلیه خود پرچم‌های ابا عبدالله را به اهتزاز درآورده است. ماه محرم ماهی است که مثال تاریخ انقضا نداره. سقاخانه‌ها نیز در خیابان‌های کابل برخی آماده شده و برخی دیگر در حال آماده شدن است. دیگه میخوایم خدمتگار امام حسین باشیم تا قیامت. امسال هم عاشقان ابا عبدالله در افغانستان همه پای کارند. همه آماده امسال. زنده باش. مثل سالهای قبل یا پرشورتر؟ پرشورتر. این جوانا رو که میبینی کلش جان فدا در راه امام حسین، کلشون کار خدمت میکنه. چند روزی است مردم افغانستان در شهرهای مختلف نیز مساجد و حسینی‌ها را در آستانه محرم سیاه پوش کردند. اینجا مسجد اتفاق کابل است. چین زینی دارن، نظر دارن. در حساب امنیتش مثل همیشه ما امنیتش را تامین کردیم، با مسئولین امنیتی هم گپ زدیم، در جریان است. مردم افغانستان امسال در حالی برای عزاداری ایام محرم آماده می شوند که سال گذشته در همین روزها دولت افغانستان ساقط و نیروهای خارجی از این کشور رفتند. طالبان من اینجا نماز می خونم و ما میگه که کسی آزار داد، مزاحمت کرد، بین با ما زنگین شماره داده ما رو. امسال مردم در واقع دستش تنگه، واقعیت جامعه اینه، ولی مردم خوب مراسم گرفتن. عرض کنندگان نمادهای حسینی از جمله پرچم‌های عاشورا و کتاب‌های دعا نیز چند روزی است به کنار خیابان‌ها آمدند. برنامه‌های عزاداری ایام محرم هر سال در افغانستان شور و هیجان خاص خودشو داشته.
چه سالهایی که در این کشور جنگ بود و اشغالگران بودن و چه امروز که یک سالیست نظام سیاسی این کشور تغییر کرده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل. گزارش جالبی بود از افغانستان و وضعیت اینکه در دولت و زمان کنونی هم بالاخره بزرگداشت میشه در چارچوب قانون و این قول رو دادن اینجوری که مشخصه که حتی امنیت رو هم تأمین کنن برای الان کار. هر دو کشور هم از نظر سیاست هم از نظر اقتصاد مردم خیلی تغییرات و تحولات داشته. من یه ویدیوی چند روز پیش دیدم توی اینستا، درست، یعنی خودم رو جای اون دو نفر، اون دو شخصی که میذاشتم، گفتم یعنی واقعا کجای ما الان، چه اتفاقی یعنی داره میفته برای مردم. یک نفر یک نظری گرفته بود، قرمه سبزی، بله، بعد ویدیو گرفته بود که میگشت میگفت بابا چرا نظری دادی تو، که مثلا یه حداقل یه تکه گوشت مینداختی توش که من بعد از یک سال که گوشت نخوردم خوشحالم نظری گیرم اومده یه دونه گوشت توش باشه. بعد نمیدونم نظرتون بگیم قبول باشه قبول نباشه، این بنده خدا داشت گلایه اینجوری میکرد. خب اون بنده خدا هم تو همون اقتصاده بوده، دوست داشته نظرش رو بده ولی نتونسته گوشت بخره. یعنی ببین هر دو طرف تو چه شرایطی، متاسفانه شرایط اقتصادی دقیقاً زیاد جالب نیست در هر دو کشور، ولی خب هر کس به نوع توانایی خودش همونجوری هم که دیدیم نظرش رو در واقع حالا ادا میکنه. در هر صورت اون درس هایی که ما از این اتفاق میگیریم بسیار مهمتره که بتونیم توی زندگی پیاده سازیش کنیم، تا اینکه صرفا بخوایم فقط به صورت شماتیک، یعنی فقط نمادین، بخوایم یه کاری رو انجام بدیم. اما احترام گذاشتن به عقاید دیگران هم خوب هست. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید. قربون شکل ماهتون، ماچ به کلاتون. اگر دوست داشتید ویدیو رو برای دوستاتون ارسال کنید و لایک ویدیو هم فراموش نشه. تا ویدیوی بعد، بای بای.